فصل 12. می رفتیم به کهیر، جاده آسفالت چابهار به کنارک، اسکله صیادی لانچ‌ها، پلاژ منطقه آزاد، روبرو زمینه اخرایی بلندی‌های تیس، دودی، خیس، بندر تیس، قلعه پرتغالی‌ها، قهوه‌ای تیره که میزند به سیاه، پایین‌تر مسجد جامع تیس، سفید شفاف، آفتاب در آفتاب و برگردانش در دریا مهتاب. می‌رویم سمت چپ، تل‌های ماسه، مواج اخرایی، درخت‌های کهور، چتر‌های سبز. می‌بارد همچنان، باران نه، آفتاب، سایه چترها، خاکستری، خاکستری تیره، گله گله، روی اخرایی شناور ماسه ها. بعد دریا، همرنگ آسمان و آسمان بغضی که همین الان است بترکد، سر تا سر راه مدام. سمت راست جاده کوها فرسوده تکه تکه، دامنه کوها درخت های کهور، ماسه و تپه های ماسه بادی. می رسیم به منطقه صنایع کوچک منطقه آزاد، خیابان راست می کنند. همسفرم گفت و مشغول بودند ماشین ها میان ماسه ها و خاربوته ها و آفتاب و غرغر دریا. حالا باوریدان سمت راست جاده و دان یعنی دشت، به نقل آقای صدازهی. درخت های کهور و آن سوی درخت ها کوها، آبی های بنفش، انعکاس دریا در آفتاب. می رسیم به کهیر، بازار کهیر و محله چهاربیتی کهیر، دیوارها و درختها. درختها بیشتر کهور و دیوارها خشت و گل. رودخانه کهیر از تنگ سرهه می آید و پوزک و می پیوندد به دریا. ریگزار بستر رودخانه و چرخهای ماشین، نشت آبی به رنگ سبز جلبکی متحیر وسط آفتاب. آن یکی ساحل و خیابان آسفالت، دکه ها، سایبان های پوشالی جلوی دکه ها، خانه ها، خشت و گل، بلوک های سیمانی، خشتی ها قدیم و بلوک ها جدید و به روایت اهل یکی از خانه ها، هشت عمرش زیاد است، 200 سال، 300 سال، از بلوک هم بیشتر، بلوک عمر ندارد. ردیف دکه ها، درها آهنی، جلوی درها سایبان، پایه ها چوب، سقف ها حصیر و شاخه های خرما، بقالی، جعبه های چوبی پرتقال و سیب، گوجه فرنگی، سبز و زرد، بنزین، گالون های 20 لیتری، قارچ های سیاه و قهوه‌ای، مملو ماسه و کرم. میشوری خوب شود، از قارچ های دیگر بهتر است. بقال می گفت و گفتند کس نگوید که ماست من ترش است. و باز نقل بقال کهیری که غیر از قارچ محصولات دیگری هم دارد کهیر، هندوانه و خرما و موز. هوشه بود 150 موز داشت، حالا کم کم. چرا؟ از کشاورزی بریدند، بهترین کشاورزی داشت. گوجه کهیر، سیفی کهیر، هندوانه کهیر، موز کهیر. چرا از کشاورزی بریدند؟ زحمت دارد، صرف ندارد. حالا صرف با گاچاگ است. خدا حافظ و راه می افتیم. بچه شطوری که ولو شده است روی ماسه های قهوه ای، مثل یک پیاله روغن ریخته نظر آفتاب، و مادرش دو قدم بالاتر، بارش دو جوال پر آفتاب. می پیچیم توی یک کوچه، زباله ها تل تل،
تخت کفش های پلاسکو، خاک، کپه کپه، ماسه، بو، باد، آفتاب، قاراشمیش و چه قاراشمیشی و درخت ها درمان عقرب، چش، کهور، خانه ها، گردا گرد خانه ها، پرچین شاخه های خرما، بعد از پرچین ها، نخل ها و میان نخل ها، سنگ فرش سایه و آفتاب، وسط سنگ فرش اتاق ها، خشت و گل، بعضی بلوک های سیمانی، حالا آلونک ها، کپر ها، سانی های اینور و آنور ظهر روز مکافات، شاخه های نی و روی نی ها حسیر، محله غلام ها و دهقان ها. دانشور میگوید و اشاره میکند به سواری که میگذرد. نشسته است پشت الاغ، مرد سوار، پاها آویزان، دو طرف شکم الاغ، بالا تنه خدنگ، نه به چپ نگاه میکند نه به راست. دهقان یا غلام؟ خدا بدان. بلوچی روی بام کپر، یکوری، هم بام هم بلوچ، دارد شاخه ها و برگ ها را پس و پیش می کند. گوشه و کنار بام. چه کار می کنی؟ شغلم؟ بله. دریا. شغلت دریاست؟ ها. چه کار می کنی با این شغل؟ ماهیگیری. غیر از ماهیگیری کاری، شغلی؟ دریا نیست این کار کنم. 3 ماه دریا بودیم، ماهی 20,000 تن ماهی گرفتیم. چقدر حقوق گرفتی؟ حقوق مانده به صید، ماهی 20,000 تومان شود. درآمد لانچ چطور تقسیم می شود؟ 2 بحر مال صاحب لانچ است، 1 بحر تقسیم شود بین کارگران. چند سال است ماهی می گیری؟ 1.5 سال ماهی گیری می کنیم. قبلا درس می خواندیم، تا 5 ابتدایی درس خواندیم. کشاورزی کاری نکنیم، بقیه دریا، 1 چوک هم داریم. تا کجای دریا رفتی؟ تا جاسک رفتیم، دیگر جایی نرویم، دیگر دریا نهلند، همیشه تا جاسک رویم. اتاقها پراکنده، کپرها پرت و پلا، بزها بچه ها، 1 کبوتر سپید مثل برف، برف و آفتاب، 2-3 گاو لمیدند زیر سایه سار 1 کپر، تل آجر، آجرها قرمز اخرایی، تیرهای آهن سر تا سر زنگ، و استاد بنا که دارد میچیند آجرها را روی هم 1-1، 2 کارگر همه آذربایجانی. سرد که میشود میاییم اینجا، گرم که میشود برمیگردیم تبریز. 3,000 تومان بود مزد استاد و 1,500 تومان مزد کارگرها. می رویم. گلهای سرخ، کاغذی، خوشه خوشه، روی خشت خشت هره ها، و آن طرف گل و آفتاب و کاغذ و خشت، مناره باریک مسجد کهیر و خشخش بلندگوی مناره توی گوش باد. جنازه ای، هر کس آماده این بیاین. رسیدیم به باغهای آبادی و یکی از باغها دروازه آهنی و بعد از دروازه بلا فاصله باغ. درختها زیتون، انبه، لیمو ترش، نارگیل، سیتاپل، سیب، خربزه درختی، فالکه، میوهی دارد شبیه زالزالک، استبرق، اوکالیپتوس، مانجلی، کلیر، چگرد، ولو، جور، زهر، خرزهره، شیریش، سورچک، شورک، و مرغی که پرواز می کند بر فراز درخت ها، سیاه، و می خواند در آفتاب نغمه ها زرد و خاکستری. تی تی آی تی تی آی، کجایی؟ امان
امان از دست جفت ددری، آن هم در این بگیر به بند خار و آفتاب و گل کاغذی. تی تی آی تی تی آی. و به نقل مسکان، مرگ تی تی یاس است، بومی است، دو تهم می کند، حاکی رنگ و حال سیاه، بزرگتر از تهم کبوتر، روی زمین تهم می کند. پاکستانی بود باغبان و گله ها داشت از مهندسا. انبه ها مریضی داره، کرب کوچک داره، میخوره. مهندسا آمدن گفتن برگ قطع کنین خوب میشه. برگ قطع کردیم، برگ آورد، دیگه گل و میوه نداد. این هم دست گل مهندسا. برگ ها چپور و مالامال پشه. انبه ها بیشترین عمر دارن، تا 100 سال جوان هستن، خوب محصول دهند. یاد آقای باشنده افتادم، بزرگواری اهل قصرقند. رفته بودیم به تماشای باغ در قصرقند و به نقل آقای باشنده، نه قصرقند، گنج اوگ. اسم اینجا گنج اوگ و بعد گند اوگ بوده، بعد شده قصر گند، قصر قند. محصول اینجا انقدر بوده که مثل گنج بوده. 4 فصل محصول برداریم: خرما، مرکبات، خربزه درختی، برنج، گندم، باقلا و انبه. قدمت 1000 سال دارد درخت انبه. درخت هست 1000 سال است. درختی داشتیم 2000-3000 نفر شریک دارد، مال 1 نفر بوده، هی به ارث رسیده، حالا دارند از بین می روند. سابق هوایی سمپاشی می کردند، اما حالا سمپاشی نمی شود، از بین می روند. می آیند، نگاه می کنند، می روند، کاری نمی کنند. شاید انبه از اینجا رفته به هند. 30 رشته قنات دایر داشته قصرقند. ریدیک، سوردو، مدیک، کهن، استراباد، شوردو، کرکدان، نو آباد، چوت آباد، بوگان، بوگان جدید، هلون پخگان، لونگان، لارک، جاناباد، شیخ ملک، هیت، سعیدآباد. هنوز هستند، مستانه جریان دارند. 4 فصل محصول داریم. هیچ فصل نیست محصول نداشته باشیم. در سال 3 نوبت برنج می کارند. یونجه در بهار و تابستان هر 15 روز 1 چین دارد. زمستان هر ماه 1 چین دارد. تا 18 سال 1 کشت محصول می دهد. حالا ممر درآمد اهالی بیشتر دامداری است. هر خانه جلوی خانه 1 دام دارد. از محل زاد و ولدش زندگی می کند. محصول خرما نخریدند، ریختند زیر درخت. بسته‌بندی نیست. پارسال ما کیلویی 150 تومان دادیم، امسال 50 تومان نخریدند، ماند. تهران 300-350 تومان است. 100 تومان مردم راضی هستند بفروشند. هند خرما می خواهند، پاکستان می خواهند، اجازه نمی دهند صادر کنیم. از هندی ها پرسیدیم چرا خرما ندارید؟ گفتند خرما درختی است، زحمت دارد، 1000 دفعه باید بالا شد، پایین شد، گرد افشانی کرد، چید، بسته بندی کرد. درخت های دیگر این زحمت ندارد، مثل درخت انبه. نگاه کن به این درخت انبه، 1 کوه است، عظوم است، یعنی عظیم است. پیش 1000 سال دارد، نه کود می خواهد، نه چیز دیگر. هر دانه انبه 2 ثلث 1 کیلو. 1 کیلو
این آفت سابقه ندارد، جدید است. حالا فصل گل انبه است، بهمن ماه، فصل سرماست. از حالا تا اول تیر که محصول میرسد، عطر انبه پر میکند گسر گند را. حالا در کهیر و باغ کهیر همان گونه نگاه میکرد به درخت انبه باغبان کهیر که آقای باشنده در قصر قند. درخت نه، معجزه. خربزه های درختی چطور؟ خربزه درختی عمرش تا 5 سال است. 5 سال میرسد به آخر، 8 ماه بار میدهد. یک تکه چوبش بکاری درخت شود. محصول بار را چطور می فروشید؟ یکی می آید انبه می برد، یکی می آید موز می برد. مشتری داریم، مشتری شیرازی داریم، انبه می برد. تهرانی داریم، موز می برد. زیتون مقاومتش کم است، زود خراب می شود. چابهار مصرف می شود، تا شیراز هم می رود. سهم باغبان نصف محصول درختی باغ بود و سهمی هم می برد از سیفی و یونجه که 18 چین می داد در هر سال. خاصیت درخت منجلی و چگرد را پرسیدم. گفت منجلی سندی است برای جلوگیری از باد. درخت چگرد بومی است، زغال خوب دارد. درخت شیریش چه خاصیتی دارد؟ چسب شیریش تهیه می کنند، با پشه میانه ندارد. زنبور اصل کندو می گذارد میان شاخه های درخت سیریش. و درخت شوروک درختی بود مورد توجه شتر. شتر می خورد، هضم غذای شتر بیشتر می کند. کرت بزرگی را نشان داد نزدیک چاه آب و تپ موتور چاه. نیشکر کاشته بود در کرد و در انتظار شکر بود باغبان. بادا نوبت میرسد به طایفه ها و مردمی که در کهیر زندگی می کنند و روستاها و روستا بندرهای زیر نفوذ کهیر و مشغله هر طایفه، و می نشینیم پای صحبت آقای مولا بخش جهانگیری، فرزند میران، فرزند قادرداد، فرزند دادکریم، همه شیخ و در زمره بزرگان کهیر. چه طایفه هایی زندگی می کنند در کهیر؟ رند و لاشار و هوت از طایفه های قدیم هستند. در بلوچستان، پاکستان، کهیر، مسکوتان، دشتیاری. دو تا کهیر داریم. کهیر هوتان اینور رودخانه، کهیر چهار بیتی آنور رودخانه. به فامیل‌های مختلف مشهور شده اند حالا. جهانگیری، بینیاز، هوت. غیر از هوت‌ها چه طایفه‌هایی زندگی می‌کنند در کهیر؟ جولاهک، پارچه باف که تیره‌ای از قوم بلوچ هستند، نوکر و غلام و برده بودند، کشاورزی می‌کنند. طایفه براهویی که در مسیر رودخانه کهیر سکونت دارند، دامدارند، کشاورزی می‌کنند. زیر نفوذ هوت‌ها بودند و جزو طوایف کهیر هستند. طایفه دیگری در کهیر هوت در مسیر رودخانه به طرف دریا سکونت دارند، دامدار و صیاد و کشاورزند، به نام طایفه زشتکانی. زیر نفوذ هوت‌ها هستند. بلوچ‌های کوهی یا کوهی بلوچ طایفه‌ای هستند که در آبادی‌های گوزر، گودن، گو، هنزم، زیردان، شمیل، جوگن، مالیسر و گو و جک زندگی می‌کنند. این آبادی‌ها کوهستانی هستند و زیر نفوذ کهیر و بیر بودند. زشتکانی‌ها در چه آبادی‌هایی بیشتر سکونت دارند؟ روستاها به نام گرو، شکوش،
مسکیت، تاکان، دکری، روغنی، مچی، بندر گوردیم زیر نفوذ طایفه الله بخش زهی و مراد زهی و باهیان زهی هوت بودند. غیر از این طایفه ها طایفه جت هم بودند که شتر دارند، زیر نظر هوت ها بودند. طایفه رئیسی که در منطقه کهیر به آنها ترانی میگویند زیر نفوذ هوت ها هستند. رئیسی ها جز طوایف قدیم کهیر هستند؟ نه، جامک هوت فرزند هوت دگار رئیسی ها را که معروف به ترانی هستند از گنز جیوانی بلوچستان انگلیس آوردند. دامدار هستند و کشاورز. محل سکونت آنها چگردان لاش است و تران در 25 کیلومتری کهیر. قلعه ای هم دارند هوت ها که مقر حکومت آنها بوده. هوت گل محمد امیر منطقه بوده است از کهیر تا پارک. الان قلعه آنها در پارک هست. تا پارک و تیز زیر نظر گل محمد هوت بوده که از طرف سردار دوست محمد خان بارکزهی انتخاب شده اند به نام امیر کهیر. طایفه هوت تقسیم بندی داخلی هم دارد؟ بله، هوت 4 طبقه است. 1. مرادی زهی نوه و نبیره هوت گل محمد فرزند محمود هستند. 2. قادر بخش زهی که نوه و نبیره اش هوت مراد است و هوت رستم. 3. باهیان زهی که نوه و نبیره اش هوت لال محمد است. 4. الله بخش زهی که نوه و نبیره اش هوت فقیر محمد است. طبقه های 4گانه سلسله مراتبی ندارند؟ سلسله مراتب طبقاتی داشتند. اوائل الله بخش زهی ها بودند، قلعه دارند در پارک. اینها نفوذ قابل توجهی داشتند. بعد از الله بخش زهی ها باهیان زهی ها بودند، بعد قادر بخش زهی ها بودند، بعد مراد بخش زهی ها بودند، آخرینشان هوت گل محمد بود. هر کدام قلمرو نفوذی داشتند برای خودشان؟ بله، از کهیر تا پارک چند تا دهات بوده، با بندر کنارک تعلق داشته به قادر بخش زهی ها. از کهیر تا شهداد کهیر و چگردان لاش مال باهیان زهی ها بوده. پارک مومان و سورکمب مال الله بخش زهی ها بوده. برسر تا ساحل گردین تا پوزم و اطراف روستاهای سرگان مال مراد زهی ها بوده. مشغله اصلی اینها چی بوده؟ کشاورزی، دامداری، تجارت. ساحل نشینان صید ماهی می کردند برای طایفه هوت. خود هوت صیادی نمی کرده، تجارت می کرده و کشاورزی. کشتی بادمانی داشتند، از بندر کنارک می رفتند بمبئی و هندوستان و کم آفریقا. شکر و پارچه و چای و ادویه می آوردند. خور نمکی تیس مال الله بخش زهی ها بوده که سردسته آنها حسن شاه بوده. بعد نور محمد و هوت فقیر محمد که بعد رسیده به مرادی زهی ها که هوت گل محمد بوده. پرتغالی ها و انگلیسی ها می آمدند با کشتی به خور نمکی تیس، نمک می خریدند می بردند. این 4 تیره با هم وصلت می کردند با خودشان و شیخزاده های نگور و جیوانی پاکستان. با طایفه دیگری ازدواج نمی کردند. کالاهایی که می آوردند با کشتی کجا می فروختند؟ در عوض چه کالاهایی می خریدند؟ با کشتی طلا می آوردند از امارات می فروختند. با شتر پشم و موی بز می بردند به گوادر پاکستان می فروختند. از آن طرف پارچه و شکر می آوردند تا فنوج و مسکوتان می بردند و می فروختند.
قدیم تجارت برده بوده، تجارت اسلحه بوده. کشتی هایی که از آفریقا می آمدند مال انگلیسی ها بود، مال پرتغالی ها بود. تجارت خور نمکی می کردند. به جای نمک که می بردند برده می دادند. اینها هم برده ها را می بردند در بلوچستان، به بلوچ ها می فروختند. اسلحه هم می رفتند به امارات، عمان و کویت و عراق تهیه می کردند. می آوردند و می فروختند به بلوچ ها. شیخ ها که گفتید چه طایفه ای هستند؟ جلوی اسمها شیخ است. در اصل شیخزاده های جیوانی و نگور هستند، با شیخزاده های سراوان فرق دارند. آنها منشأ مذهبی دارند. اینها طایفه قدیمی هستند که به 700-800 سال میرسند. هوت‌ها با چه طوایفی در بلوچستان بیشتر ارتباط داشتند؟ هوت‌ها در بلوچستان ارتباطشان با خوانین شیرانی و سردارزهی بوده. به طور کلی نفوذ هوت‌ها کنار دریا، چه در سمت غرب چه شرق، تا کجا بوده، در روستاهای زیر نفوذ آنها چه تیره‌ها و طوایفی زندگی می‌کردند، مشغله این طایفه‌ها و اهل روستاها چی بوده. از کهیر 40 کیلومتر به طرف غرب منطقه است به نام بیر. در بیر طایفه ها میر هستند و چاکرزهی و سنگله و ملک. سردسته همه این طوایف میر شهبیک بوده، پسرش میر رسول بخش است. محل نفوذش از تران چگردانلاش تنگ تا برسد به نزدیک کلات زرآباد. روستاهای بین چگردانلاش تا تیس به نامهای شهداد، کهیر، برسر، بندر گوردیم، راشدی، شیحسر، باوریدان، بانشند، گبولان، بندر پزم، بندر کنارک، جهلیان، چراغ‌آباد، سرگان، نوکنبوکان، همیدیگو، سورکمب، مومان، پارک، پارک هوتان، پارک شیخان تا تیس تحت نفوذ هوت‌های کهیر به سرپرستی هوت گل محمد بوده. شیخ سلطان القاسمی در اصل ایرانی است، مال تنب کوچک و بزرگ است. در اصل شیخ راشد حاکم دبی و پسرش شیخ مکتوم ایرانی هستند که مهاجرند از بستک فارس. وقتی رفتند قدرتی داشتند، حاکم شدند آنجا. ولی شیخزاده ها جدا هستند. شیخزاده ها هستند که وصلت نزدیک با طایفه هوت دارند. ما 4 نسل است که مقیم کهیریم. به دلیل اختلافات طایفگی در منطقه دمبدف و نگور، اجداد ما کوچ کردند آمدند کهیر. آن موقع هوت‌ها از چابهار و کنارک تا فنوج و مسکوتان و بند تجارت می کردند. پارچه، اسلحه، برده می بردند و می فروختند. در عوض روغن، پشم، موی بز، برنج می خریدند. می بردند امارات، می فروختند. به تاجر در بلوچستان با پاری می گفتند. گندم و ذرت و ارزن محصول زمین‌های خود هوت‌ها بود که مازاد مصرف را به جاهای دیگر و کشورهای عربی می‌فروختند. طایفه اصلی بندر کنارک چه طایفه است؟ طایفه اصلی کنارک مید است. مید ماهیگیر است، ولی مدتی است از اطراف طوایف مختلفی مهاجرت کردند به کنارک. وصلت کاری می کنند، می گویند به آنها کنارکی. روستاهای تران به طرف غرب، بندر تنگ، روستاهای بیردف، هوتک، درانگو، هندان و کلات ساحل نشینند. روستاهای ساحلی هستند که زیر نفوذ آبادی بیر بوده. روستاهای بالا در قسمت شمال بیر، اینها هم زیر نفوذ بیر بوده. کارشان صیادی بوده و دامداری و کشاورزی.
طایفه های میر، ملک، چاکرزهی، سینگله، ملک و شیه، طایفه نوکر و غلام، طایفه های قلندرزهی، امیرزهی، تاجوزهی و مید مال بیر هستند، زیر نفوذ شاه بیک بودند. پسران مانده سینگله، حاج فقیر بخش، از طایفه شیخ علی هست، از طایفه ملک کت خدا محمد، همه ساکن بیر هستند. بعد از کلات 10 کیلومتری بندینی طایفه های هیروزهی، لیپرزهی، نوکر و غلام سردسته فردی است به نام حاجی رحمدل که یک زن در امارات دارد، یک زن در بندینی، رفت و آمد دارد. روستاهای متعلق به بندینی درک، پشتی، جد، سیادی هستند، کنار دریا هستند. بعد منطقه زراباد شامل جهلو، لاش، سمائیل، چات یعنی چاه اسماعیل، مراوی کشت، بلک، دودر، سردسته طایفه ها میروزهی است. رئیس طایفه نواب است. طایفه های گنبکی و بلکی مال زرآباد هستند. روستای مستقلی است به نام سورو که روستاهای اطرافش که تابع هستند اینها هستند: تلادر، شردل، سول، ریگ، کی، کیدر و کمبکی، براد. طایفه هوت‌های سورو وصلت دارند با ملازهی‌ها و کتخدازهی‌های بنت و دوهان که در سورو هم هستند. شغل اینها بعضی صیادی است. تجارت هم می‌کردند در قدیم با امارات. 50% خانوار این مناطق در امارات هستند. طایفه‌های زیر نفوذ سورو عبارتند از جت، بلوچ، نوکر و غلام. شمال سورو منطقه‌ای به نام کاروان، مرکزش سبد، سر و تنبلان، روستاهای اطرافش دوکی، گنجک، جوزدر، هیان، کلیری، طایفه ها سینگله، شاهوزهی. کارشان کشاورزی و دامداری. ارتباط تجاری دارند با کشورهای عربی. هر آبادی کد خدایی دارد و مستقل است. مثلا در هیان کت خدا محمود، در گنجک حسن علی است. بعد از کاروان منطقه سورک است، طرف غرب که جزو جاسک است. بلوچ هستند. طایفه های بلوچ، سینگله، شاهوزهی. روستاهای اطراف لیر اپ، گو هرت، به لفظ مردم گو هرت، چنالی، شمشی، حبد، گوکسر یا گونک، پیپشت، همه ساحلی هستند. طایفه عمده سینگله است. سردسته کت خدا عبدالله. در سورک کت خدا هیرو و دوست محمد علی خان که طایفهش گرگیج است. در روستاهای ساحلی بیایی، کلنیرک، اکرتی، طایفه های بلوچ و جت هستند. کارشان بیشتر صیادی است. بعد از سورک روستاهای سدی، چهون، هیمن، گابریک، جگین، یگدار نزدیک هستند به جاسک. طایفه ها بلوچ، شاهوزهی، هوت، گورگیج، جنگیزهی، فولادزهی، هوت، جلیزهی و جت. شغل این طایفه ها دامداری است و کشاورزی و صیادی و تجارت و تردد به امارات. منطقه جاسک، بلوچهای جاسک و جاسک کهنه. جاسک 3 قسمت است: لوران، تهل، بنگولان. یک بنی چند طایفه بلوچ هستند، ماهیگیری می کنند. دیگر طایفه ها سید و هوت و شیه. جاسک تحت نفوذ طایفه ملک بوده که سردسته ملک میرزا بوده که هم نوشیروانی بوده هم هود. منطقه گیابان بین جاسک و میناب، طایفه های نوشیروانی، گورگیج، طاهرزهی، طایفه های بزرگ بودند. قبل از طاهرزهی ها نوشیروانی ها حاکم آنجا بودند.
میرزا پدرش برکت بوده، معروف به میر برکت بهادر. این لقب بهادر از طرف انگلیسی ها داده شد که تا زمان رضا شاه حاکمیت منطقه بوده. با رضا شاه درگیر می شود، دستگیر می شود، تبعید می شود به مشهد. قدرت به دست پسرش میرزا می رسد. طایفه طاهرزهی توطئه می کند علیه میرزا. سردسته طاهرزهی علی جلال یا رئیس علی بوده و دوست محمد کرمداد. در اصل طایفه طاهرزهی گرگیج بوده که مهاجرند از پاکستان به آنجا، با شاه می سازند دوره محمد رضا شاه. میرزا درگیر می شود با دولت تا اینکه میرزا به تنگ می آید، از طریق پاکستان کوچ می کند به امارات که قدرت به دست طاهرزهی ها می افتد که سردسته آنها علی جلال بوده تا انقلاب. بعد از انقلاب مدتی کوچ می کنند، حالا برگشتند. یک طرف دریا غرق، یک طرف جاسک جنوب، یک طرف بشاگرد مشرق، یک طرف مینا و حسن لنگی و بندر عباس. غیر از این طایفه ها، طایفه های بلوچ هستند و ملک و هوت و طایفه تنبکی هوت تنب پاکستان که فامیلشان حالا اسدی است و طایفه جدگال و جت و طایفه بشگردی. بعد از طاهرزهی ها طایفه عمده هوت هستند، هوت عمر و هوت جامگ. روستاهای گیابان از جاسک به طرف میناب، کپوتی، کوئک، بهمدی، نگور، گروک، کوه مبارک بنجی، بیریزک، زر آباد، سیکویی، میشی، سیریک، تاهرو، کرپون، کوهستک، بمونی، لببنی، زیارت، گوچ تکپیرداد، بندر کلاهی و گرگان روستاهایی هستند ساحلی و کوهستانی. شرق کوه، غرب ساحل، بنزرک، گبرانی و خود میناب. از میناب تا 80 کیلومتر به طرف بندر عباس بلوچ نشین هستند. طایفه های کروش، کلنگ، شغل، شترداری، کشاورزی، صیادی. تمام شده بود شب توی اتاق، میخواند سحر پشت پنجره. کجا تمامی داشت کرامت و مهربانی آقای جهانگیری؟ کجا؟ یادش به خیر بادا. فصل 13. آفتاب دریا، دریا آفتاب. وقتی راه افتادیم از چابهار، جاده چابهار ایران شهر، آسفالت، سمت چپ بلندی های سنگلاخ قهوه‌ای خاکستری و سمت راست بیابان ماسه و خاک، درخت های کهیر و انتهای بیابان کوها قاچ قاچ، برزخ، رنگ ها قهوه‌ای و قهوه‌ای پوست فندقی، کوهای کمپل آبی خاکستری، در زمینه روسیه یک دست خاکهای بیابان. کیلومتر 300 چابهار به ایران شهر، پیچید ماشین سمت راست، درختای کهور و چش و کنار و عرعر دو سمت جاده، آبادی نگور. آبادی نه، شهرکی شده است برای خودش نگور و چشم بر هم بزنی شده است شهری و چه وبالی. و فرمودند وبال روباه دم روباه است. خانه ها بلوک های سیمانی، دکه ها و دکان ها خشتی و گلی، درها آهنی، خیابان و فلکه و بولوار، جاده و دشت و بوته های خار، تنوره های گردباد، قهوه ای روسی. گذشتیم از کنار بندر بریس، خور لنج ها، آبی فیروزه‌ای، 7-8 لنج، دشت یک سر اخرایی، دریا آبی مواج متمایل به سبز، پسا بندر و یادش به خیر.
می رویم گواتر، فلکه و خیابان و نقل ثابت دانشور. سرشماری جمعیتی یک خانوار دست جمعی ثبت کردیم، فقط پاسگاه ژاندارمری باقی جمعیت کوچ کردند. حوضچه پرورش میگو خالی، پاسگاه ژاندارمری ایست و سمت راست پاسگاه دروازه ای و آن طرف دروازه گواتر و ماهیگیرها که می آیند گروه گروه به استقبال آقای صدازهی و خوش آمدید خوش آمدید. می رویم و می نشینیم توی مسجد گواتر، چاق سلامتی، راه نمایی، همه به همت حمیدالله خان، رخصتی و راه می افتیم و نقل راه نما. زمانی اینجا بوته. اینجا کجاست؟ گواتر. گواتر بوته و تیس بوته، چابهار و جیبونی نبوته، کشتی های بادبانی بوته، ماش و گندم بردند مسگت، پارچه و حراک آوردند، جز مسگت هر جا می شدند گمرک هم بوته. کجا گمرک بوده؟ گواتر گمرک بوته، گوارت بوته، بعد کراچی بوته، چیز دیگر نبوته. هنی مشتی کپر است، ماهیگیرها آیند نشینند در کپر، چاهی هرند روند. اهل گواتر چه طایفه ای بودند؟ میتها بوتند، صیاد بوتند میتها، گوارها هم بوتند، تاجر بوتند، شتردار هم بوتند. از طایفه کلمتی این جنگل حرا بیتی؟ بله. سبز چمنی، یک دست شناور در حاشیه آبی دریا و آن سوی سبز و آبی جنگل و دریا، اخرایی مواج ساحل دشتیاری. این جنگل هرا پدران ما از کلمت پاکستان آورده اند، با دست کاشته، هرا که اشتر است، اشتر برای بردن بار بود، ماده شترها شیرشان هردیم، هرها یعنی بچه های شتر گوشتشان هردیم. کجا رفتند میدها گورها؟ میدها بوتند، تا بوته میدها بوتند، زندگانی نبوته شدند پاکستان، جیبونی، گوادر، شهرهای پاکستان، گوبرها شدند هندوستان. کی؟ مردمی که شدند 80 سال پیش، 80 سال پیشی، 400-500 لوگ آنه بوته، 200 لوگ همیشه بوته، باگی همه شدند. مراودات داشتند با امارات، با آفریقا، با هند. آثار هستند، گمرک هستند، لوگ هستند، کلات بوتند. آخرین حاکم جلال هان بوته، جلال هان صدازهی بوته. آخرین مرحله دین محمد هان صدازهی میگیرد از جلاهان، بعد می شود مثل حتم نبوت. چرا میتها شدند؟ ظلمی، ستمی، خشکسالی؟ نه، گذران نبوده، شدند. پرتغالی ها جنگ کرده با قوم ما، حمل پدر بزرگ ما بوده از کلمت، جنگ کرده با پرتغالی، حمل اسیر کردن برتن. کی اسیر کرد؟ پرتغالی. کلمتی ها کجا زندگی می کنند؟ مال کجا هستند؟ همزمان آبادی گواتر، ما کلمتی ها در وتک بودیم، میدها اینجا بودن، وتک جای ما بود، میدها کوچ کردند شدند، ولی ما هنوز در وتک هستیم. گدیم ما شتردار بودیم، در کوچ بودیم، یک جا ننشستیم، سند داریم، مالکیت زمین ها مال کلمتی هاست، میدها تعلق نداشتند، اما کلمتی ها هر جا شدند برگشتند.
این جنگل هرا فقط برای شترها کاشته شده یا استفاده دیگری هم می کنید؟ این جنگل هرا که شتر است، بس برای شتر کاشتیم. آب خوردن از کجا می آوردید؟ گدیم چات بوته، یعنی چاه بوده. بچه بوتم شیرین بود، هنی شور شده، هنی آب از نگور آورند، ریزند در چات سیمانی خورند. ماهی که می گرفتند میدها چه کار می کردند؟ ماهی گوبرها می هریدند از میدها، خشک کردن بردن هند و افریقا فروختن. اشتردارها هم بردن سرباز و لاشار دادن، حرما و آرد گرفتن آوردن. حالا چطور؟ ماهی را هم شیلات هرد، هم آزاد هرد. آزاد هرند برند کشورانی، چابهار، تهران، با ماشین هاور، با یخ. چه ماهی هایی صید می کنند؟ ماهی گور، شیر ماهی، کر، میش ماهی، سارم، سلیمانی، مشکو، حلواسیا، حلواسفید. چه ماهی از همه گرانتر است؟ گور از همه گرانتر است، ارزانتر سلیمانی و کر. گور الان 900 است، 600 است. چطور ماهی میگیرند؟ با لانچ، با قایق؟ با لنچ و قایق گیرند. لنچ ها پیداشان نیست. حالا رمضان تعطیل است دریا، زمستان سید حوب است، روچ شود 10 تا 40 لنچ آید. میدها که رفتند، صیادها از کجا می آیند؟ حالا ماهیگیرها از کلانی آیند، از قوم کلمتی. چند نفر می آیند؟ زمستان 300 هانواری آیند، مردها آیند بس، بیشتری از کلیر آیند، نزدیک نگور، 6 ماهی مانند، هرچند روچی روند، نشینند به هانه، باز آیند، گرما و بهار نیایند، نشینند. کجا نشینند؟ نشینند هانه. سری زدیم به گمرک هانه، 4 اتاق، روی دیوارها کاهگل، دیوارها تخت سنگهای ماسه‌ای، رسوبات دریا و گل، فرش اتاقها، سقف‌ها و آن سوی ساختمان گمرک، نوک صخره، کمرکش راه، کلای گواتر، دیواری ویران و چند قدمی ویرانی دیوار، مسجد گواتر نیمه ویران. و سرانجام رفتیم به زیارت اهل قبور، سنگ‌های ماسه مملو گوشماهی، گوشماهی‌ها خاکستری، سرپا بودند سنگ‌ها، نیمی میان ماسه، نیمی آفتاب و باد، زمزمه دریا. گورها قبرستان ندارن، مرده ها سوزندند. خاکستر مرده ها، آب یا باد، آخرش باد. برمیگشتیم به نگور، آفتاب یکوری بعد از ظهر و آبی مواج دریا، بندر پسا بندر، اهل بندر بلوچ و مید، کسب و کارشان صید و دامداری و کشاورزی، آب بندر آب باران. باران نبارد، از نگور آب میبرند به وسیله تانکر یا از چابهار به وسیله لانچ. میرسیم به آبادی پشت، اهل پشت بلوچ و مید، مشغله پشتی ها صید و دامداری و کشاورزی دیمی، و بعد از پشت بریس. بریسی ها مید هستند و بلوچ و رئیس. میرویم آبادی های رودی و کالبر، بیشتری بلوچ، دامدار و کشاورز، و آب آب باران. آبادی سماجمیر و سماجگر بلوچ، دامدار هرد و کشاورز. حالا رسیده ایم به نگور و اهل نگور.
شیخ زاده عمدتاً اکثر شیخ زاده ها مخلوط با صدازهی ها هم هستند، طایفه نوکرها جتها زیر نفوذ صدازهی ها بودند، جزو دشتیاری بودند، شغل اهل آبادی کشاورزی و دامداری و شغل جتها شترداری. جلاخان حاکم گواتر هم صدازهی بود. بله، چه نسبتی داشت با دین محمد خان صدازهی؟ مولوی نگور بهتر می داند، برویم پیش مولوی. رفتیم. تشریف نداشتند مولانا، نه در مسجد و نه در خانه. راه افتاد ماشین، می رفتیم چابهار، آبادی های دو طرف جاده، وشنام، دم دف، بالات، کمپل، پلانی، شیران، گورانکش، لیپار، کچویا، رمین. اهل آبادی ها بلوچ، رئیس، شیخزاده، حوت، جت، کسب و کار. آبادی های ساحلی مثل رمین، سید و دامداری و کشاورزی و باقی آبادی ها دامداری و کشاورزی. جت ها شتردار و اهل آبادی دم دف همه جت. چابهار رو بار دیگر مشکل گشا می شود همت آقای صدازهی، مولوی نگور و نقل سلسله سرداران صدازهی و حسب و نسب جلال خان آخرین حاکم گواتر. نخست سرداران صدازهی به روایت مولوی نگور و نقل آقای حمیدالله صدازهی. عبدی صدازهی، مادر عبدی صدازهی، مراد خان پسر دین محمد صدازهی، مادر دین محمد مهدیم، دین محمد پسر عبدی، مادر عبدی بی بی حیاتو، عبدی پسر دین محمد، مادرش زرخاتون، دین محمد پسر عبدی، مادرش بی بی سمانی، عبدی پسر شعبان، شعبان پسر سریا، سریا پسر صدا، صدا پسر سریا، مادرش بی بی کنعی. عبدی صدازهی فرزندش میر عبدی و یوسف خان و یار محمد و مولادات. ورثه میر عبدی ابراهیم که در قید حیات است و ادهم که در گذشته است، خدایش بیامرزاد، آمین. ورثه میر مولاداد حبیب الله و حمید الله، اسد الله و مهر الله، همه برقرار. ورثه یوسف خان دین محمد و رستم. ورثه یار محمد نیاز، پسر عموها، همه سرحال. اما نسب جلال خان آخرین حاکم گواتر، شعبان برادرش داد کریم و دادشاه درویش بود. دادشاه داد کریم پسرش گل محمد، گل محمد پسرش محمد علی و اعظم خان، از او مهان، محمد علی پسرش اشرف، اشرف پسرش شعبان، شعبان پسرش اشرف. در قید حیات است اشرف خان، شکر خدا. و سرانجام ورثه آزوم خان، میر احمد و باهی خان و جلال خان که همان آخرین حاکم گواتر است در روزگار دین محمد خان صدازهی و به قول شتردار کلمتی آخری حاکم جلاهان صدازهی بوده. آخری سردار دین محمد صدازهی میگیرد از جلاهان و بعد می شود مثل ختم نبوت. صحبت کلمتی شد و هنگام حکایت کلمتی است به نقل آقای صدازهی. کلمتی یعنی شتردار. از آبادی های کلانی و رندان می روند به گواتر، ماهی می گیرند، باری برسد چه از آب گذشته و چه از خاک گذشته، بار شتر می کنند، می برند، می آورند. بعضی کلمتی ها از جیپوتی پاکستان می آیند به گواتر که فقط 20 دقیقه فاصله دارد با گواتر از راه دریا. آبادی کلانی نزدیک است به گواتر و طایفه عمده آبادی کلمتی است که شتردار است و کشاورزی هم می کند. آقای صدازهی،
ساحل دشتیاری ادامه دارد بعد از بندر گواتر هم. طایفه های عمده دشتیاری کدامند؟ جدگال عمدتاً، هوت، سنگلو، جت، بلوچ، نوکری. تیرهای جدگال سردارزهی و در اصل صدازهی، بجارزهی، میر، سیساد، آبادی هایی که مسکن تیرهای جدگال است و عمدتاً جدگال نشین، بنگول زهی، صدیق زهی، محمد زهی، گزانی، چوکات، گندو، کارانی، بنارو، سفر زهی، کوچ، پیر سهراب، کلسگان، تلنگ، دیرمان، کوچو، چورک، اورکی، اورعی، کوچ، پلنگی، گارکندی. در این آبادی ها هوت و بلوچ هم هستند ولی مرکز دشتیاری همه جدگال هستند. اصلیت طایفه جدگال از کجاست؟ چه زمانی آمدند بلوچستان؟ نخستین بار کجای بلوچستان وارد شدند؟ حالا در بلوچستان به طایفه ما میگویند سردارزهی. درست نیست. اصلش درستش صدازهی است. صدا شخصی بوده که نخستین بار از سند وارد بلوچستان شده. زبان طایفه شاخه‌ای از زبان سندی بوده. منطقه‌ای که طایفه وارد شده باهو و دشتیاری بوده. دین محمد صدازهی از باهو و دشتیاری می آید به چابهار. جای سکونت اصلی در دشتیاری میربازار بوده. جدگال کلمه بلوچی است. خود طایفه به زبان خودشان به قومشان می گویند نومر، ولی بلوچها به آنها می گویند جدگال. به این خاطر که گال یعنی گویش زبان، جدگال یعنی گویش جدا. زبان جدا از بلوچی، جد هم یعنی جدا. جد مادر کسی است که دو برادرند، مادرشان یکی نیست. در بلوچستان پاکستان کسانی هستند که به آنها میگویند جدگال، که ارتباطی با این طایفه ندارند بلکه مردمی هستند که غیر از زبان آن منطقه صحبت میکنند. به مرور زمان جدگال شده است نام طایفه و نومری در تسبیله پاکستان زیاد است. در چابهار کم هستند جدگال ها، ولی جای اصلی دشتیاری است و باهو، ولی بعد در سالهای اخیر مهاجرت کردند به چابهار. طایفه اصلی چابهار چه طایفه است حالا؟ چابهار ساکنین اصلیش میدها بودند. مید طایفه است. قوس بخش بی نرنجو می گفت اینها ماد بودند که به تدریج مید شدند در زبان محلی. شغل اصلی آنها ماهیگیری است. بقیه طایفه ها همه مهاجرند، مثل جدگال، میر، بلوچ و بیشتر طوایف بلوچستان که از لاشار و دشتیاری و وشنام و سایر نقاط آمدند، مثل درزاده ها، بلیدهی. چابهار قدیم جزو حکمرانی سرداران بنت بوده. در زمان سردار سعید خان شیرانی، پدر حسین خان جزو حکومت بنت بوده. دین محمد خان صدازهی که زن بلیدهی میگیرد، حکومت چابهار را به دست میگیرد. مقر حکومتی دین محمد خان صدازهی دشتیاری بوده. در زمان سعید خان شیرانزهی دشتیاری دو قسمت می شود. یک قسمت را دین محمد خان صدازهی مالیات میگیرد، یک قسمت را عمویش محمود خان صدازهی مالیات می گیرد. بعد مصادف می شود با حکومت پهلوی. دیگر حکومت محلی مطرح نبوده. در زمان دین محمد خان سردار معمول می شود. قبلا هر رئیس طایفه ریش سپید طایفه بوده. سردار از زمان دین محمد خان صدازهی مطرح می شود. چه مالیاتی می گرفتند؟ مالیات 10-1 می گرفتند. هر حاکمی قاضی داشته که راهنمایی می کرده برای گرفتن مالیات. مثلا مالیات 51
که قرار می شود از دام و شتر بگیرند یک سال بیشتر دوام نمی کند، با مخالفت مواجه می شود، لغو می شود.